بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران وخواهران بسیار محترم و عزیز، آیاتی که قرائت شد در سوره مبارکه ارتباط دارد با تحویل قبله از جهت بیت المقدس به جهت کعبه معظمه شریفه، چون این ماه ماه شعبان است و از نظر بسیاری علمای سیرت، یعنی کسایی که تاریخ زندگانی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را نوشتند و از اخلاق و کردارشان یادآوری کردند و کتابهای زیادی هم نوشته شده که همیشان دستورالعمل مسلمین است، بسیاری عقیده دارند که مسئله تحویل قبله یعنی عوض شدن قبله در ماه شعبان صورت گرفته است. البته بعضی احادیثی هم در روایت غیر از مسائل تحویل قبله در ماه شعبان وارد است که انشاءالله اگر فرصت بود با شما صحبت خواهیم کرد. خلاصه و مفهوم آیات تلاوت شده عبارت از این است که خداوند می فرماید به زودی بیخردان از مردم میگویند، یعنی سیقول السفهاء من الناس، یعنی به زودی بیخردان و یا کمخردان و یا کسانی کم عقلا از مردم میگویند. البته سفهاء جمع سفیه است، سفیه به معنای شخص بیخرد و بیعقل،
که البته این خطاب است برای یهود مشرکین و منافقین، چون زمانی که پیامبر بزرگ اسلام در مدینه تشریف آوردن و هجرت نمودن، سه طایفه دشمنان اسلام بود. یکی طبقه یهود بود و دیگر مشرکین آن منطقه بودند و دیگرشان منافقین بودند. و همیشه خداوند به نام سفها خطاب میکنه. سفها به معنای بیخردان، کسایی که خدا را به درستی نمیشناسند و از پیامبری و خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم انکار میکنند. چی میگوید این سفها؟ ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها، چی چیز آنها را از قبلهشان که بر آن بودند بازگردانیم؟ البته در مورد عزیز که زمانی که قبله تحلیل می شود از بیت المقدس به طرف کعبه معظمه و این سه گروه یا طایفه ضد مسلمین در بین خود تبصره‌های می کنند که چرا پیغمبر از آنجا روی خود را بشتان و به یک جای دیگر روی آورد. بعدا خداوند در جوابشان می گوید که قل الله المشرق والمغرب، قل الله المشرق والمغرب، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم برایشان که مشرق و مغرب همه مال خداست و همه کائنات مال خداوند است. در هر طرفی که خداوند امر نماید من آنجا روی خود را بیاورم. یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم، هر کس را که خداوند بخواهد در راه راست هدایت می فرماید. بعدا در آیت دوم خداوند بزرگ می فرماید که وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني همچنین شما را ما امت میانه یا امت وسط قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و یکون الرسول علیکم شهیدا، و همچنین و پیامبر هم بر شما گواه باشد. امت وسط معنای بسیار بزرگ و زیادی دارد. چرا اسلام را امت وسط میگویند؟ اگر در این فلسفه ما چیزی بنویسیم یک کتاب هم پر میشود. و زیادتر قول راجع همیست که زمانی که اگر به دین یهود ما مراجعه میکنیم اونقدر سختگیری های دارد که واقعا برایشان هم مشکل بود و مشکل هست. غیر از جزئیاتی که به او باید بپیشیم، اگر تنها در یک روزشان فکر کنیم که آنها در روز شنبه غیر از عبادت باید دیگر کار نکنند، این هم مشکل است. در حالی که ما مسلمانان تنها پنج وقت نماز یا وقت نمازهایی که لازم است دو وقت عبادت خداوند را می نماییم، اما در دیگر وقتا آزاد هستیم و همچنین در مسائل خوردنوش و بسیاری چیزهای دیگر برایشان یک دین سختی بود. اما زمانی که باز دین مسیحیت آمد، در اونها بسیار آسانی ها و سهولت های زیاد بود و اسلام یک شکل وسط در بین هم دیگر دارد، یعنی نه بسیار سخت است و نه بسیار آسان. و از او واسطه است که با امت وسط گفته می شود. البته معناهای زیاد دیگر را هم دارد که پیشتر خدمت شما عرض کردیم که مقال آن نیست که همیش را برای شما تشریح بدهیم. و ببینیم که خداوند بزرگ بعد از اون که ما را امت وسط خطاب می کند می فرماید که لتکون شهدا علی الناس، تا ای که شما شاهد بر مردم باشید و یکون الرسول علیکم شهیدا، و خود پیغمبر برای شما شاهد باشد. در اینجا در یک روایتی از حضرت ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیغمبر خدا می فرماید در روز قیامت حضرت نوح را خداوند خطاب می کند و می کلمد که یا نوح. حضرت نوح در روز در نزد پروردگار می فرماید که لبیک یا الله، من در خدمت استادم ای خداوند بزرگ، بفرما چی می فرمایی؟ می پرسد که آیا تو قوم خود را برای دینی که برای تو نازل شده بود دعوت نمودی؟ می گوید بله من دعوت نمودم. بعدا امت نوح را خطاب می کند که ای مردم، آیا این نوح شما را تبلیغ و دعوت کرد؟
آنگاه هست که مردمش میگویند که یا الله ما کسی را منظر ندیدیم. منظر به معنای یک کسی که بیم دهنده باشد و یا تبلیغ کند ما را. ما کسی را ندیدیم. انکار میکنند از تبلیغ نوح. آن وقت است که بعداً حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و امتشان شهادت میدن که یا الله ما شهادت میدیم که همین نوح تبلیغ دین تو را کرده است و این مردمی که کفار و کافر شدن و سرکشی از این دین کردن آنها دروغ میگوین. ببینید که این فضل و بزرگی امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است و خود پیامبر گرامی اسلام است که به قسم شاهد خداوند آن را میطلبد. در آنجا محکمه است، یک کورت است، محکمه ای که خداوند چون عادل است نمیخواهد که رأساً بگوید که ای نوح تو چرا این کار را کردی، ای مردم شما برای شما تبلیغ رسید چرا عمل نکردی. چون اونجا محاکمه است، در محاکمه اصولش شاهد به کار است. و شاهد چی کسی است؟ در همین دنیای که دنیا شاهد کسی است که راستگو باشد، شاهد کسی است که آدم خوبی باشد. اگر شما یک صحبت را از کسی میشنوید و یا یک شاهد را در یک جای میبرید، اگر آن شخص شخص خوبی است بعدا سخن میزند فورا قبول میکنید که قلبش قبول است. این بهترین مقام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است که در آنجا به قسم شاهد برای مسئله عدالتی که خداوند در پیش روی نوح بگذارد حاضر میشود و همچنین امتشان. این بزرگترین افتخار است برای امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که در دیگه امتها به طور شاهد عمل میکنند. و بعدا و تذکر باید داد که دنیا محل مکافات است. هر عملی که ما میکنیم باید جزا و مکافاتش شما ببینید در آخرت. منتظر او باشید که ما جوابدهیش داشته باشیم و از روز کرد و محاکمه باید بترسید. اگر در این دنیا شما اگر یک کرد دارید، کرد دنیایی دارید، ببینیم چقدر متوجه هستیم که من دو ماه بعد یک کرد ترافیکی دارم و یا خدای نخواست یک کرد کریمینل دارم و همیشه در چرتش هستیم که چی رقم خواهد شد. اما ما او قسم یک محاکمه یک کرد بزرگی را در پیش رو داریم. باید در تمام این دنیا متوجه آن باشیم که در آخرت ما چه قسم این کرد باطل خواهد شد، ما چه قسم دفاع از خود خواهد کرد و چی کسی با ما شاهد خواهد شد. و خداوند همه ما شما را از این امتحان پیروز گرداند. و بعدا خداوند می فرماید که ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. و بعدا خداوند می فرماید که ما او قبله را که برای تو گفتید که تحمیل کو یا عزیز و به عیسو تنماز بخوان، او فقط برای عزیز بوده که ما بفهمیم که کی تابعیت رسول می کنه. زمانی که نماز فرض میشه، نماز در خود مکه شریف فرض میشه، یعنی پیش از هجرت است. و در اون وقت پیامبر بزرگ اسلام طوری که تاریخ نویسا می نویسن، کسایی که تاریخ سیرت نوشتن و حتی یک کتاب است که یکی از علما به نام دکتر شوقی الخلیل نوشته کرده که پیغمبر زمانی که نماز میخوان در خود مکه و نماز فرض شده بود روی خود طرف بیت المقدس میکرد، اما طوری که خانه کعبه در بین قرار داشت، یعنی در عین حالی که طرف بیت المقدس بود خانه کعبه هم در جلویش بود. و بعدا زمانی که در خود مدینه منوره میآیند و مسجد میسازند، این مسجد هم طرف بیت المقدس است قبلش تا مدت 16 ماه و بعضی میگن تا 17 ماه بعد از هجرت اینها به طرف بیت المقدس نماز میخوانند. روزی از روزها پیغمبر همیشه آرزو داشت و به طرف آسمان میدید و آرزو داشت که روزی خواهد شد که این قبله ما مکه معظمه شد. چرا؟ از خاطر قبله آبایی، قبله ابوالانبیاء ابراهیم بود و
و پیغمبر همیشه شب داشت که قبله معظم کعبه معظمه باشه که قبله ابراهیم بود. و بعدا روزی حضرت جبرئیل در نزد حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میآید و بعدا حضرت پیغمبر عرض میکند که یا جبرئیل، من دوست دارم که همین قبله ما قبله کعبه معظمه باشه قبل از اینکه قبله عوض شد. جبرئیل میگوید که یا رسول الله، میتونی که برای خداوند خودت نیاز کنی و اون قدر قدر زیادی داری تو در نزد آن پروردگار بزرگ که هر چیزی را که بخواهی برای تو خواهند داد. پیغمبر آن وقت از روی ادب هیچ وقت تقاضا نمی کنه که یا خدای قبل را کعبه بران، فقط در آسمان نظر می کنه و در قلبش همی است که قبله کعبه باشه. از روی ادب است و اگر نمی تواند که نیاز کنه به درگاه خداوند و همون ساعت خداوند اجابت کنه. اما مدتی دیر می شود که یک روزی در مسجد پیر سلمه نماز می خوانند که روایات مختلف است، میگویند که نماز عصر بوده و یا نماز پیشین بوده. بعد از دو رکعت نمازی که در بین نماز می خوانند، آیه نازل می شود که روی خود را به طرف مسجد الحرام بدرد. آن وقت که پیغمبر به همون آرزوی دیدنی خود که همیشه در آسمان نظر می کرد می رسد، سبحان الله، و در آن وقت تحلیل قبله صورت می گیرد. در اینجا سه طایفه ای که در مقابل مسلمین قرار داشته باشند که تبصرههای مختلف می کنند، یکی یهود است. یهود می گوید که این چی حرف است؟ آن با طرف قبله پیغمبر یا محمد صلی الله علیه وسلم به طرف قبله بیت المقدس و قبله ما نماز میگذارد، حالا پس آمده به طرف قبله که مردم مشرک مکه است به طرف عزوز. و یک ایده ای که مشرکین هستند، آنها باز این قسم دفتره میکنند که تا حالا پیغمبر طرف بیت المقدس نماز میخوان، اما امروز میخواهید که نعوذ بالله به طرف ما برگرده و میخواهید نعوذ بالله بیایی به طرف راه و روش ما بگیره. و ایده منافقین باز چیزی گفتند، نعوذ بالله می گفتند که این پیغمبر راه از پیش گم شده. نعوذ بالله بعد وقتا اون بر نواز خانه بعد وقتا این بر حدیث خداوند می فرماید که ما قبله ای که تعلیم کردیم برای تو و عوض کردیم برای از اینکه ما بفهمیم کی از اون پیروی می کنه. اون مربوط خود ماست، مشرق و مغرب و تمام کره ارض و تمام زمین و کائنات در یک تو قدرت ماست. در هر جایی که ما عمل کنیم ما می توانیم. و بعدا همیستی پیغمبر امر می نماید و قبله خود را تغییر می دهد و مسجدی که فعلا بسیاری از شما انشاءالله حتما در حج عمره تشریف بردید در اون مسجد مشرف شدید به نام مسجد قبلتین یاد می شود. قطعا دروازه در قسمت دخولی مسجد و قسمت بالایش نشان می ده که قبله اولی بوده و یک قبله به طرف دیگهش هست که 180 درجه فرق داره، یعنی یک قسمت و دیگهش طرف مقابلش. به هر صورت یک ایده از خود اصحاب بزرگوار در این فکر رفتند که آیا ایده ای که در خود قبله بیت المقدس در این مدت اونها عبادت کردن و نماز خواندن و بعدا از دنیا رفتن، آیا نمازشان صحیح است یا نیست؟ در جوابش خداوند می‌فرماید که و ما کان الله لیضیع ایمانکم، یعنی خداوند ایمان و نمازهای شما را ضایع نمیگرداند. اونایی که در قبل نماز خواندن نمازشان درست است. بعضی از اصحاب بزرگوار بودند که قبل از تحلیل به عوض شدن قبله از دنیا رفتند. به طور مثال اولین کسی که در جنت البقیع دفن میشود اصحاب سعد بن زراره رضی الله تعالی عنه است. و یک ایده دیگری که در این مدت 17 ماه یا 16 ماه و اینا جهان فردی انفانی را وداع میدید و بعدا خداوند حتی اینها را براحت اشار خوب میدهد و ما کان الله لیضیع ایمانکم و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یعنی شما هیچ تشویش نداشته باشید که اونهایی که در همو وقت هم بنیست هم نماز خواندن اونها نمازشان قبول است و همون تمام اعمالی که در حدیث کردن کاملا قبول است.
في مسألة في در مسألة تحمیل قبلت در بای شعبان به قول اکثر مؤرخین علم سیرت خدمت شما بیان شد. البته یکی دو دقیقه دیگه که مانده درباره خود ماه شعبان یکی دو روایاتی را که در احادیث نبوی ذکر شده خدمت شما ذکر میکنم. یکی که در کتاب صحیح البخاری حدیث 958 البته در مختصرش نوشته میکنن که حضرت بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که فما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم استکمل صیام شهر رمضان و ما رأیت اکثر صیاما منه فی شعبان. یعنی پیامبر بزرگوار هیچ ماهی را به صورت تکمیل و مکمل سی روزه نگرفته است غیر از ماه رمضان را. و زیادترین روزه ای را که پیغمبر گرفته است در ماهای دیگه در ماهای شعبان بوده. البته این یک درسی برای آمادگی برای رمضان است، یعنی خود ماه شعبان پیشواز است برای رمضان که باید بندگان خدا آماده باشند برای روزه گرفتن. البته در روایت دیگری هم آمده که در باره ماه خود شعبان که اگر کسی روزه میگیره در ماه شعبان روزه هایی که عادت داره نمیخواهی کل ماه شعبان رو نباید روزه بگیره. اگر روزه بگیره و روزه ای که عادت داره تو رو بگیره ولی پیش از رمضان هم واقع نشه. بعضی از مردم عادت دارن که روزه ای پیشنبه پنجشنبه روزه میگیره، اما اگر یک قسم واقع شد که این پنجشنبه پیش از روز رمضان بود چون عادت شما از فرمان نداره، در غیر از اون پیش از رمضان یک روز دور یا روزه گرفتن شکل کراهیت داره و میفهمه که چی شود. بر صورت وقت ما پر شد، این کلمات بسیار قصاری بود که گفتنی ها زیاد از خدمت شما عرض شد و اگر چیزی درست گفته باشم خداوند توفیق عنایت فرموده و اگر اشتباهی کردم از خداوند بزرگ مغفرت بخواهیم و از شما پوزش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
I'm
Again,
I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next one.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
Thank you.